شش زندانی سیاسی کرد در 36 روز اعتصاب قضا در قزلحصار تا لغو حکم اعدام به اعتصاب ادامه می دهیم. شش تن از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه در 36 روز اعتصاب قضای خود بر ادامه این حرکت اعتراضی تا دستیابی به خواسته هایشان که لغو حکم اعدام است تأکید کردند. برخی از این زندانیان در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برند. زندانیان سیاسی جمشید و جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملایی و سید هادی حسینی در اعتراض به احکام ناعادلانه اعدام و همچنین انتقال اجباری به بند زندانیان عادی در قزلحصار دست به اعتصاب قضا زدند. به رغم مشکلات حاد جسمی، دشخیمان رژیم آخوندی از هر گونه رسیدگی درمانی به این زندانیان سیاسی جلوگیری می کنند. We'll be right back.
درگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور ساری با ماموران سرکوبگر، شلیک گاز اشک‌آور و یورش با باتون به دانشجویان، اعتراض بیش از 650 تن از کارگران نیبر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، پیروزی اعتصاب کارگران پلی اکریل اصفهان، رژیم آخوندی مجبور به آزادی کارگران زندانی شد، اعتراض کارگران شرکت تکسازه در سیمین دشت کرج، تجمع اعتراضی کارگران شرکت کارتون ایران در تهران، حرکت اعتراضی کارگران شرکت پونل پاکدشت، تجمع مردم روستاهای اطراف گهواره کرمانشاه، اعتراض کارکنان دادگستری رژیم در تهران، اعتراض مردم و خانواده‌های دانشجویان در مریوان در استان کردستان، فراخوان جوانان اهواز به تجمع در روز پنجشنبه در اعتراض به انتقال آب کارون، اعدام یک زندانی در ارومیه، انتقال دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در اهواز و قتل یک جوان 19 ساله به ضرب گلوله ماموران انتظامی در بندر خمیر و خشم مردم. دانشجویان دانشگاه پیام نور ساری روز یکشنبه با مزدوران بسیجی و ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که به تجمع آنها حمله کردند درگیر شدند. مزدوران رژیم با باتون و گاز اشک‌آور به طور وحشیانه دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و 4 تن از آنان را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. بیش از 650 تن از کارگران نیبر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه روز یکشنبه اعتصاب کردند. یکی از کارگران اعتصابی گفت: ما در اعتراض به پایین بودن حقوقها و سایر حقوقی که پس از سفر سال گذشته به تهران به ما وعده داده شده بود کار را تعطیل کردیم و با نشستن در مزارع منتظر پاسخگویی به خواسته هایمان هستیم. کارگران اعتصابی پلی اکریل اصفهان پس از بازگشت پیروزمندانه 4 نفر از همکاران زندانی خود به اعتصاب پایان دادند و با برگزاری مراسمی از کارگران برگشتی استقبال کردند. کارگران در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکاران خود دست به اعتصاب زده بودند. اسامی کارگران عبارتند از احمد صابری، کیومرث رحیمی، عباس حقیقی و جواد لطفی. کارگران شهرداری اصفهان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. جمعی از کارگران اخراج شده شرکت پونل پاکدشت روز دوشنبه 18 آذر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و بلا تکلیفی شغلی در مقابل دادسرای رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران کارخانه کارتون ایران روز شنبه در مقابل ساختمان اداری این کارخانه در تهران تجمع کردند و به پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. این کارخانه 360 کارگر دارد. کارگران شرکت تکسازه در سیمین دشت کرج روز یکشنبه در مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. این شرکت سازنده وسایل پلاستیکی است. کارگران در اعتراض به نداشتن بیمه درمانی و سایر خدمات عمومی دست به تجمع زدند. نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان به همراه جمعی از کشاورزان و نمایندگان اصناف برای اعتراض روز دوشنبه راهی تهران شدند. کشاورزان معترض اعلام کردند برای گرفتن حق آب و خسارات مالی به تهران رفته و تا گرفتن حقوق حقشان بر نخواهند گشت. مردم روستای بانسولاب از توابع گهواره در استان کرمانشاه روز یکشنبه در مقابل فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. روستاییان معترض گفتند ما به ازای تخلیه این روستا به دلیل ساخت سد وعده غرامت به آنها داده شده بود، اما رژیم آخوندی به این وعده عمل نمی کند. روستاییان در این سرمای زمستان از نبود برق و وسایل گرمایشی در رنج هستند. شماری از کارکنان دادگستری رژیم در تهران در مقابل دفتر رئیس این ارگان سرکوب و جنایت تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به غارت پولها و مطالبات مقرر شده اعتراض کردند. جمعی از مردم و خانواده‌های دانشجویان در مریوان در استان کردستان در مقابل بیمارستان این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز یکشنبه 17 آذر به دلیل شکستگی لوله گاز و نشت آن در دانشگاه
تعدادی از دانشجویان مسموم و روانه بیمارستان شدند. اعتراض خانواده‌های آنها هنگامی شروع شد که کارگزاران رژیم از رسیدگی به آسیب دیدگان خودداری کردند. جمعی از مردم به همراه دانشجویان دانشگاه‌های تهران روز جمعه طی مراسمی در پارک لاله تهران با روشن کردن شمع یاد قربانیان آتش‌سوزی مدرسه دخترانه روستای شیناباد پیرانشهر را گرامی داشتند. جوانان خوزستانی برای اعتراض به انتقال و فروش آب کارون توسط رژیم آخوندی فراخوان دادند. آنها اعلام کردند پنجشنبه ساعت 16 در پل سفید اهواز تجمع خواهیم کرد. رژیم جنایتکار آخوندی روز شنبه 16 آذر یک زندانی را پس از گذراندن 6 سال زندان در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخت. دشمنان رژیم آخوندی این زندانی را به همراه دو زندانی دیگر که محکوم به اعدام بودند روز جمعه از بوکان منتقل کرده بودند. دشمنان رژیم آخوندی صبح روز شنبه دو تن از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل کردند. خطر اجرای حکم اعدام این دو زندانی وجود دارد. هاشم شعبانی نژاد، شاعر و بلاگ‌نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی و هادی راشدی، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی توسط دادگاه ارتجاء به اعدام محکوم شدند. اتهام این دو زندانی محاربه و فساد فی الارض و تبلیغ علیه رژیم و اقدام علیه امنیت آخوندها عنوان شده است. ماموران جنایتپیشه انتظامی در بندر خمیر از توابع بندر عباس یک جوان 19 ساله به نام محمد علیزاده را به ضرب گلوله به قتل رساندند. آنها به بهانه حمل سوخت قاچاق به سر این جوان شلیک کردند. فروش سوخت راه امرار معاش این مردم محروم است. این اقدام سبوانه ماموران رژیم آخوندی باعث خشم و انزجار مردم این منطقه شده است.